در این چند هفته گذشته که من گویا یک بار و یک بار هم بازپخش شد این برنامه درباره یک شخصیتی که در یک رسانه دیگری به زنده یاد محمد مصدق پرداخته بود و ناسزاهایی گفته بود و سخنان ناروایی به زبان رانده بود سخن گفتم، انبوهی ایمیل دوست و دشمن به من رسید، بیشتر ایمیل های دوست، پشتیبانی، و اینجا و اونجا هم کسانی از راه ایمیل و یا در رسانه های دیگر به من خورده گرفتند که من نسبت به این شخصیت، نسبت به آقایی که نامشون رو دیگه امروز نمیارم چون نمیخوام درباره ایشون صحبت بکنم، به ناروا رفتار کردم و دست از سر پشتیبانی از زنده یاد محمد مصدق بر نمیدارم. خب داستان بسیار شیرین و دلچسب و جالب است. ما آدمی در تاریخ 100 سال گذشته ایران داشتیم به نام محمد مصدق که اون چند دوره در دوره پس از مشروطه وکیل و وزیر بوده تا هنگامی که رضا شاه به قدرت میرسد و در واقع او رو خانه نشین میکند و سپس تبعید و سپس پس از دوره شهریور 20 و رفتن رضا شاه از ایران نماینده مجلس میشود و دو دوره و سرانجام هم نخست وزیر برای مدت 27 ماه و پس از 28 مرداد هم 3 سال در زندان زرهی بازداشت بوده. قرار بود که او رو میخواستن رو اعدام بکنن که آمریکایی ها دخالت کردن و نگذاشتن که شاه رو اعدام بکنه و تا پایان زندگی هم در خانه روستایی خودش، روستایی که در احمد آباد داشت، روستایی که در بین راه تهران و قزوین نزدیک آب یک بود، در اونجا در زندان خانگی به سر می برد و سرانجام هم به بیماری سرطان در بیمارستان نجمیه درگذشت. مردی بوده از یک خانواده اشرافی، درس حقوق خوانده، گویا یکی یا شاید نخستین دکتر حقوق در ایران از خارج از کشور بوده، یعنی دکترای حقوق داشته از خارج از کشور، حالا درست یا نادرست این اونقدرها مهم نیست، و انسانی بوده سخت پایبند یک رشته اصول، قانون مدار و ارزش‌های خانوادگی و جایگاه محدودی هم در سپهر سیاست ایران در این 100 سال گذشته داشته، یعنی 27 ماه نخست وزیر بوده، چند دوره وکیل بوده و چند بار هم در دوره پیش از رضا شاه مقام در وزارتخانه ها داشته، وزیر بوده و معاون وزیر. اینکه چرا آدمی مانند زنده یاد محمد مصدق این گونه در یاد و خاطره مشترک ایرانیان زنده است، این رو باید از کسانی پرسید که دست از سر نقد به او بر نمی دارند، یعنی گریبان او رو برای افشاگری رها نمی کنند و هر جا که می نشینند، هر جا که فرصت می یابند، کوشش می کنند یکی از گرفتاری های تاریخ ایران رو به سینه بوسنجاه کنند، تا جایی که حتی شنیدم در پاره ای از نوشتارها می گویند که این انقلاب 57 ناشی از این است که مصدق در 30 تیر با کمک کاشانی به قدرت رسید، یعنی کاشانی مردم مذهبی رو برانگیخت، این مردم مذهبی بعدها ماندن در سپهر سیاست، انقلاب 57 رو راه انداختن. حالا بگذاریم که کاشانی بعدها در برانداختن مصدق با اردشیر، ببخشید، با فضل الله زاهدی همکاری داشته و بعدها دشمن مصدق بوده، اینها مهم نیست. بگذاریم که بسیاری از کسانی که از پیرامونیان کاشانی بودند در همین دستگاه رژیم گذشته ایران به مال و جاه و جایگاه رسیدن، اونا مهم نیست، ولی این مصدق بوده که به دلیل داستان سیه تیر زمینه انقلاب 57 رو فراهم کرده و چیزهای دیگری که درباره اون میگویند. این داستان سر دراز داره و خیلی ها میگویند که شما چرا دست از سخن گفتن از در پشتیبانی از مصدق بر نمی دارید. چرا بردارم؟
ما در این 100 سال گذشته ایران چهره های برجسته خوشنام بسیار کم داشتیم. ببینید، شما نگاه کنید به این تاریخ ایالات متحده آمریکا. آدم هایی که پایه‌گذار دولت ایالات متحده آمریکا بودند، مانند جفرسون، واشنگتن، اینها در یه دوره بردهدار هم بودند، ولی مردم آمریکا همچنان اینها رو به عنوان قهرمانان پایه‌گذار ساختار دموکراسی خودشون ارج می‌نهند. ما ایرانیان به جای اینکه بر رفتاری که در اون دوره بوده افتخار کنیم که مصدق در دیوان لاهه حقوق ایران رو پاسداری کرد، نفت ایران رو ملی کرد، در برابر دولت استعماری بریتانیا ایستاد، به جای اینکه این رو برجسته کنیم، میاییم و راهی پیدا میکنیم که بر او خورده بگیریم. یکی از این، ببخشید، شارلاتان ها، پوزش میخوام از این واژه، ولی واژه دیگه ای نمیابم، در یه تارنمایی اصلا نوشته بود که این مصدق حرامزاده بوده، مادرش با یک مرد دیگری هم بستر شده و مصدق دنیا آمده، که معلوم نیست این گناه مصدق در این مورد چیست. گیرم که چنین داستان دروغی حالا راست هم بوده باشه، گناه مصدق چیست که اگر خانم نجم السلطنه کار خطایی کرده، که بگذاریم که این آدم هایی که این حرفا رو میزنن خودشون به هزاران پلیدی آلودند و این داستان ها رو میسازن، بدترین ناسزاها رو درباره این مرد میگوین و کسانی که میآیند مانند من و از اون پشتیبانی میکنن میگوین که آقا دست از سر این داستان مصدق بردارید. موافق هستم، ما باید سرانجام روزی برسد که موضوع مصدق به عنوان یک موضوع تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد، نه یک موضوع سیاسی، چون هنوز مسئله مصدق به عنوان یک موضوع زندگی سیاسی در برابر ماست. بسیاری از آرمان‌ها و ارزش‌هایی که در دوران زندگیات محمد مصدق وجود داشته. بگذاریم، پس از این برنامه‌ای که من داشتم، یکی از ایمیل‌های بسیار جذاب و جالب و پر از اندیشیدن، پر از اندیشه در واقع، و منو به اندیشیدن واداشت، از دوستی دریافت کردم، دوستی نادیده. ایشون خودشون رو عنوان کمانگر معرفی کرده بودند، دو ایراد رو برشمرده بودند و میگفتند که این دو ایراد رو خیلی ها به مصدق میگیرند و اگر ممکن است شما در برنامه هاتون به اون پاسخ بدید. نخست مسئله نفت است، که این ملی شدن صنعت نفت یعنی در واقع پاره کردن این پیمان میان ایران و شرکت نفتی ایران و انگلیس یک سویه از سوی دولت مصدق، چیزی که ایشان نوشتن، به زیان ایران تمام شده و خیلی ها معتقد هستند که اگر ما این کار رو نکرده بودیم گرفتاری های بعدی پیش نمی آمد. گرفتاری دوم رو هم در نزدیکی ایشان با کاشانی برمی شمارند و می گویند که خیلی ها بر این باورند که مصدق دارای جنبه های سخت مذهبی بوده و حتی می گویند که یک آخونده بدون عمامه بوده. خب اینها پرسش های جالبی است و باید به اونها پاسخ داد و من امروز بران هستم که بیشتر به مسئله نفت بپردازم، اما راهی جزی ندارم که اندکی از آنچه که میخواهم با شما در میان بگذارم درباره نفت جدا بشوم، راه اندکی جدایی رو بروم و یک پیشگفتاری داشته باشم درباره این نوع نگاه به تاریخ. ببینید، شما اگر به کتاب‌های تاریخی نگاه کنید، مثلا اعتزاد السلطنه کتابی نوشته به نام فتنه باب، شما از نام این کتاب می توانید دریابید که این آقای اعتزاد السلطنه از هواداران سید علی محمد باب نبوده، چون با این واژه فتنه که نام کتاب رو آغاز میکنه، یعنی کار باب یه فتنه بوده، یه کار نادرستی بوده. خب این دست کم یک نوع راستگویی است، البته کتاب پر از ناراستی است، در لابلای این ناراستی ها میتوان برای کاری کسی که کار پژوهشی میکند جنبه های بسیار جالبی رو یافت. خب خوب است آدمی میآید و فتنه باب مینویسه و در اون از همون آغاز با
نام کتاب روشن میکنه که منظورش در واقع این است که باب فتنه ای آغاز کرده. بنابراین از نام کتاب آشکار است که هوادار و هواخواه کارهای باب نبوده. این رو بنده کنار بگذارم با عزتون. کتاب دیگری است به نام تاریخ روزت الصفا، فی سیرت الانبیا و الملوک الخلفا. این رو محمد ابن خاوندشاه معروف به نامآور به میرخان نوشته. این کتاب از آغاز بشر می آید به دوره مغول تیمور پایان می یابد. یعنی این کتابی است که درباره اون دوره نوشته شده، تاریخ روزت الصفا. رضا قلی خان هدایت آمده و این کتاب رو ادامه داده، یعنی تاریخ روزت الصفا رو برش کتاب‌های افسوده به نام تاریخ روزت الصفای ناصری. خب کسی که این کتاب رو در دست میگیره بر او آشکار است که نویسنده کتاب یعنی رضا قلی خان هدایت در پشتیبانی و ستایش از ناصرالدین شاه و دوره ناصری این کتاب رو نوشته، چون عنوان کتاب از روزت الصفای ناصری. و این کار بدی نیست که آدم در عنوان کتاب تا حدودی انگیزه خودش رو هم روشن بکنه. البته بسیاری از این کارها کارهای تاریخ پژوهی نیست، بیشتر جنبه تاریخ نگاری داره، ولی به هر روی دارای ارزش برای کسانی است که مانند بنده به ویروس تاریخ پژوهی گرفتار شدن و این ویروس رو نمیتوانن از دست بدن. اما در مورد دوران مصدق آدم های آمدند و خب کتاب نوشتند پر از دشنام، اون رو میتوان پذیرفت، ولی آدم های هم آمدند و کتاب نوشتند یا سند منتشر کردند ظاهراً با نام کالبد شناسی زنده یاد مصدق یا کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، که بله ما میخواهیم یک کار بیطرفانه انجام بدهیم. یکی از این آدم ها که درباره زنده یاد محمد مصدق نوشته است آقای دکتر جلال متینی است، رئیس پیشین دانشگاه مشهد. کتابی نوشته است که این کتاب پایه کاری شد که بعدها اون نویسنده کالبدشناسی یک شکست که من در ستایگری به تاریخ به اون پاسخ دادم، این کتاب رو به عنوان کتاب پایه‌ای قرار داد و این کتاب رو ستایش کرد و گفت این کتاب کتاب پایه‌ای است. و آقای متینی هم این کتاب رو به عنوان یک کار پایه‌ای و پژوهشی در واقع منتشر کرده. عنوان کتاب هم خیلی بی‌طرفانه است، کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق. یعنی آدمی با عنوان دکتر جلال متینی، آدم سرشناسی مانند او که در خارج از ایران هم به کارهای پژوهشی ادامه داده و کارهای نیکی هم در پاره زمینه‌ها انجام داده، آمده و کاری منتشر کرده درباره زنده یاد محمد مصدق. ولی ببینید این نوع تاریخ نگاری، این نوع، این شیوه پژوهش این آدم ها چگونه است؟ اینا نکاتی است که گفتم، نکاتی است که من به حاشیه میروم برای اینکه بحث اصلی رو با شما مطرح کنم. آقای متینی درباره این داوری های زنده یاد محمد مصدق از جمله می آید و رساله دکترای او رو پیش می آورد. رساله دکترای مصدق درباره ارث در آیین شیعه است، رساله دکتراست. به این معنا نیست که او موافق یا مخالف است. البته محمد مصدق یک انسان مسلمان زاده بوده، باورهای اسلامی داشته، شیعی بوده و طبیعی است که در این رساله دکترا از پاره ای از داوری های مذهبی هم بهره میگیره. و نویسنده این کالبدشناسی یک شکست همراه با آقای متینی اضافه میکنند که این که محمد مصدق رساله دکترای خودش رو درباره
ارث در یا وصیت در حقوق اسلامی تعیین کرده، حتما نشانه ای از باورهای اسلامی او بوده، که گویا اگر کسی باورهای اسلامی داشته باشد اصلا نمیتواند طرفدار آزادی بوده باشد. گویا محمد رضا شاه و رضا شاه و وزیران کابینه های این دوره هیچ کدام باورهای اسلامی نداشتن، همه از بچگی که دنیا آمدن اصلا بیدین بودن. خود رضا شاه اصلا دین نداشته، سکولار بوده تا مغز استخوان. محمد رضا شاه هم که تنها پادشاهی در تاریخ ایران است که رفته مکه و حاجی شده و پیکره های او همراه با اردشیر زاهدی رخت دینی بر تن، رخت حج بر تن، اینها همه در دست است. اینها هیچ کدام باور اسلامی نداشتن. این محمد مصدق فلان فلان شده چون رساله دکتراشو درباره وصیت در اسلام نوشته حتما باورهای اسلامی داشته. باورهای اسلامی داشته، مگر دیگران باورهای اسلامی نداشتن؟ مگر شما که این انتقاد رو میکنید، پدر و مادر شما، خویشاوندان شما و بسیاری از کسانی که امروز در چالش دموکراسی، در چالش آزادی، در چالش سکولاریسم درگیر هستند، باور اسلامی نداشتند و ندارند؟ مگر پایه‌گذاران دموکراسی غرب باورهای مسیحی نداشتند؟ مگر جفرسون، واشنگتن، مدیسون، اینها باورهای مسیحی نداشتند؟ مگر داشتن باورهای مذهبی در برابر داشتن باورهای آزادی خواهانه است؟ یعنی انسان اول باید لامذهب و بیدین بشود، بعد ادعای آزادی بکند؟ اگر این معیار شما آقای متینی، آقای میرفتروس، آقایان دیگر درست است، کدام یک از شخصیت‌های بزرگ سیاسی تاریخ ایران رو شما به عنوان انسان‌های هوادار آزادی می‌توانید برشمارید؟ اینکه مصدق با کاشانی همراهی کرده برای دوران کوتاهی نشان این است که او آلوده به دیدگاه‌های خرافی دینی بوده و می‌خواسته حکومت دینی در ایران به وجود بیاورد. تنها نخست وزیر تاریخ ایران که از حقوق بهائیان پشتیبانی کرده، تنها نخست وزیر تاریخ ایران که از حقوق بهائیان پشتیبانی کرده، خیلی پیشتر از این که کسانی مانند هویدا و دیگران متهم به این باشند که بهائی هستند، مصدق در سخنانی که با فلسفی گفته، در پاسخ به پیغامی که آیت الله بروجردی فرستاده در پاکسازی وزارتخانه ها و اداره های دولتی از بهائیان گفته، من نخست وزیر همه مردم ایران، ملت ایران هستم، برای من مسلمان و بهایی فرقی ندارند. این مرد حالا گیرم که رساله دکترای خودش رو درباره وصیت در اسلام نوشته باشه، چون در این باره نوشته آلوده به افکار مذهبی به مفهوم حکومت دینی است، ولی محمد رضا شاهی که میدانیم به حج رفته، میدانیم مرتب به مشهد و شاهچراغ و جاهای دیگر میرفت و هواداری میکرد از آخوندها، ایشان رو به عنوان انسان طرفدار سکولاریسم و دموکراسی بربشماریم. اما چرا باید دوگانه سخن گفت؟ مسلمان بودن یک انسان مانند زنده یاد محمد مصدق هیچ پیوندی با این ندارد که او با من یک مسلمان هوادار یک حکومت دینی بوده باشد، از حکومت آخوند پشتیبانی کرده باشد. مگر نه این است که در تاریخ ایران امیر کبیر در برابر آخوندهای تبریز ایستاد، امیر کبیر بیدین بوده؟ این نوع تاریخ نگاری ها برای بدنام کردن زنده یاد محمد مصدق به راستی یک نوع سوداگری و دروغ پردازی با تاریخ. همین آدم هایی که می آیند و می گویند که چون محمد مصدق رساله دکترای خودش رو 40 سال پیش از اینکه نخست وزیر بشود درباره، یا 30 سال پیش از اینکه نخست وزیر بشود، خیلی بیشتر، درباره وصیت در اسلام نوشته،
حتما پایبندی هایی داشته، با آخوندها نزدیک بوده. همین آقای متینی، نیک بنگرید، همین آقای متینی، همین آقای جلال متینی در سال 1355، نه در سال 1295 خورشیدی که هنگامی که مصدق یا پیش از اون رساله دکترای خودش رو تهیه کرد، در 1355، دو سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، 1355 در نخستین شماره مجله آستان قدس، همین آقای متینی که به مصدق خورده میگیره که این مصدق حتما یه جایش گرفتاری داشته، که رساله دکتراش رو درباره وصیت اسلامی نوشته، همین آقای متینی که قرآن کمبریج رو در ایران با مقدمه چاپ کرده، حتما سکولار، قرآن سکولار چاپ کرده، قرآنی که در واقع به چاپ رسانده و مقدمه نوشته، هیچ نشانی از باور دینی ایشان نیست، ولی محمد مصدق حتما، چون رساله دکتراشو درباره وصیت اسلامی نوشته، تا مغز و استخوان حتما دین مدار بوده، طرفدار آخون بوده، میخواسته حکومت دینی در ایران به وجود بیاره. ولی خود جلال متینی که مهمترین کارش انتشار قرآن کمبریج هستش، نه ایشان اصلا از بچگی وقتی دنیا آمده سکولار بوده، اصلا دین نداشته، ولی قرآن هم که بیرون داده، خب همینجوری بیرون داده، همینجوری منتشر کرده. ولی همین آقای جلال متینی که اون خورده رو بر مصدق میگیره، در سال 1355 هنگامی که برای بار دیگر نامه آستان قدس دستور داده می شود که منتشر بشود، در سال 1355 برگردم به تاریخ، ایشان در سال 1052 بخش های از قرآن رو با ترجمه و تفسیری منتشر کردند، و در سال 1355 سردبیری نامه آستان قدس رو، نامه آستان قدس رو به درخواست عبدالعظیم ولیان، استاندار خاص خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی پذیرفتند. در پیشگفتاری که همین آقای متینی در آذر ماه 1355، یعنی درست دو سال پیش از انقلاب، بر شماره 38 این نشریه، دوره جدید این نشریه نوشتن، که سرنامش است بسمه تعالی تعالی شأنو، پیشنهاد گردید در نامه آستان قدس مقاله های چاپ شود که هر یک به نوعی با آستان قدس و گذشته آن به طور عام، معارف اسلامی، مذهب حق جعفری و خاندان عصمت و طهارت و مطالبی از این گونه ارتباط داشته باشد. ببینید، این مردی است که هنگامی که پاش به خارج رسیده و کتاب کارنامه سیاسی محمد مصدق رو می‌نویسه، تصویری از خودش بیرون میده که ایشان از بچگی اصلا با این حرفا مخالف بوده، از کودکی فهمیده بوده که باید سکولار بود، مذهب حق جعفری چیست. ولی دو سال پیش از انقلاب، هنگامی که ایشون استاد، ببخشید، رئیس دانشگاه مشهد هستش، یعنی سنی از ایشان گذشته، می‌بینی که مجله رو ما داریم می‌بینیم که این مذهب حق جعفری و خاندان عصمت و طهارت ازشون پاسداری بکنیم. اینا نشانی از باور دینی نیست، ولی محمد مصدق حتما هست، چون محمد مصدقه، اون رو باید بدنام کرد. بعد مجره میدهند در این پیش در آمد. اینک نخستین شماره دوره جدید نامه آستان قدس به سال، البته سالم عوض کردن دیگه، سالها شده شاهنشاهی، به سال 2535 شاهنشاهی، یعنی 1355 خورشیدی، در 50 سال شاهنشاهی دودمان پهلوی منتشر می شود. بدین امید شما در تمام نوشته های مصدق یک نمونه از این نوع ستایش امامان شیعه رو پیدا نمی کنید. بدین امید که برای دربار ملائک پاسبان هشتمین امام برحق شیعیان و جهان اسلام و تشیع
در خور شایسته باشد. جلال متینی رئیس دانشگاه فردوسی، آذر 2535. این سخنان آقای جلال متینی است، 2 سال پیش از انقلاب. ولی همین آقای جلال متینی به خودش اجازه میده هنگامی که میخواد کارنامه سیاسی مصدق رو بنویسه بازگرده به این که 50 سال پیش از اون، 50 سال پیش از این رویداد، در مجلس شورای ملی هنگامی که میخواستن رأی بگیرند به انتقال پادشاهی از قاجار به پهلوی و مصدق بیم و هراس داشته که بیرون از مجلس اگر رأی بدهد او رو خواهند کش، قرآن از جیب در آورده. مصدق قرآن از جیب در آورده، بنابراین مصدق تا مغز استخوان پایبند شریعت است، آدمی است با آخوندها همسو، ولی آدمی که قرآن چاپ میکنه و تفسیر قرآن در ایران کرده 50 سال بعد از اون، ایشان اصلا سکولار هست از کودکی. خب ببینید، این رو میگن سوداگری با تاریخ، این رو میگن رسوایی در بررسی تاریخ. چرا یک انسانی مانند دکتر جلال متینی، یک آدمی که درس خوانده، هنگامی که به مصدق برخورد میکنه با این گونه درویی نگاه میکنه؟ چرا نمیگوید که بله مصدق مسلمان بوده، قرآن عجیب در آورده و گفته شهادت این رو گفته، چون فکر میکرده بیرون رو میکشن. مسلمان بوده، مصدق باید متهم بشود چون این حرف رو زده، مصدق باید متهم بشود چون رساله دکتراش درباره وصیت در آیین شیعی است، در اسلام است. اما جلال متینی که این اتهام رو میزنه حق دارد که به عنوان سردبیر روزنامه آستان قدس از پاسبانان آستان امام هشتم شیعیان سخن بگوید و او رو ستایش کنه و خودش رو پاسبان این آستان بخوانه، در سال 1355، نه در سال 1295، 1355. این درویی با تاریخ، اینها شرایطی رو ایجاد کرده که ما برامون دشوار هست که بازبینی درست از تاریخ بکنیم و بیاییم و بنشینیم و به داوری بنشینیم که بله در کجا محمد مصدق اشتباه کرده، در کجا درست گفته، به جای اینکه پرونده سازی بکنیم. کاری که نمیگویم تنها در مورد مصدق انجام می شود، در مورد رضا شاه هم انجام می شود، در مورد محمد رضا شاه هم انجام می شود، در مورد دیگران هم انجام می شود. ما باید بتوانیم به تاریخ با انصاف برخورد بکنیم. انسانی که خود ناشر و مفسر قرآن بوده، یعنی کتاب‌های اسلامی رو در ایران به چاپ رسانده و افتخار می‌کنه که این کارو کرده، آدمی که سردبیر روزنامه آستان قدس بوده، حق ندارد به مصدق خورده بگیرد که چرا رساله خودش رو در اروپا در مورد وصیت اسلامی نوشته و به او خورده بگیرد که اگر این رو نوشته حتما نشانی از باورهای ژرف دینی اوست. ولی منی که در 2 سال پیش از انقلاب آمدم و این ستایش رو کردم از آستان قدس و امام هشتم، نه من از بچگی اصلا میدانستم که سکولاریسم چیست و دین چیست و رابطه دین و دولت کجاست و اینها رو باور نداشتم، اینا رو برای پول انجام دادم. هر دوی اینها، هر کدوم از این بهانه ها رو ایشان بیاورند، فرومایی است. از سخن به دور افتادم چون بنا بود که به مسئله نفت بیشتر بپردازم. اجازه بده ایراد اصلی یا خورده چند بار و بارها تکرار شده که بر زنده یاد محمد مصدق میگیرند در مورد مسئله نفت، در این است که او یک سویه و بدون بررسی پیمان با شرکت نفت ایران انگلیس رو کنار نهاد و گرفتاری برای ایران ایجاد کرد که ما هنوز داریم تاوان اونو میدیم. بعضی ها از اینم فراتر رفتن که اگر محمد مصدق این کار رو نمی کرد چه بسا ما اینک سهامدار در شرکت بی پی بودیم، یکی از بزرگترین شرکت های نفت جهان. از این داستان ها گفته می شود. اما از نظر تاریخی نخست باید این رو بگویم که
نفت ایران رو محمد مصدق ملی نکرد. محمد مصدق رهبر جنبشی بود که به ملی شدن صنعت نفت انجامید و فرایند کوشش برای دستیابی ایران به حقوق خود در زیر زمین، حقوق طبیعی ایران، حقوق ایران بر دارایی های نفته در زیر خاک یک جریان درازی بود که از پیش آغاز شده بود. از نظر تاریخی این آگاهی رو باید به همیهنان بدهم که برای بررسی ملی شدن صنعت نفت کمیسیونی در مجلس شورای ملی به وجود آمد. یعنی ما اگر به ساختار قانونی جامعه ایران نگاه کنیم و قانون اساسی رو به عنوان بنیاد اداره جامعه ایران در دوران پیش از انقلاب 57 بپذیریم، مجلس شورای ملی جدا از اینکه نمایندگان با چه زد و بندهایی انتخاب شده بودند، چه شگردهایی در کار اونها وجود داشت برای انتخاب شدن، این رو اگر کنار بگذاریم، این مجلسی که بسیاری از نمایندگان مزدبگیران دولت بریتانیا بودند، میدانیم این رو، و بسیاری سمپاتی به دولت بریتانیا داشتند یا دولت‌های خارجی داشتند، این مجلس آمد و کمیسیون ویژه نفت رو به وجود آورد. کمیسیون نفت رو 18 نفر در این کمیسیون بودند و این کمیسیون برای بررسی این بود که آیا قرارداد معروف به گسگلشایان اعاده از حقوق مردم ایران میکند یا نه. یک کمیسیونی بود. در این کمیسیون زنده یاد محمد مصدق رئیس کمیسیون بود، ولی هواداران اندیشه او که طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودن اقلیت در این کمیسیون به شمار می آمدن. حتی آدم هایی مانند فرامرزی و عضو این کمیسیون بود که از آغاز کار مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. رزمارا هم در این کمیسیون نماینده داشت، یعنی یکی از بزرگان اون زمان فرمان فرمایان، نماینده دولت رزمارا، چون رزمارا نخست وزیر بود، در کمیسیون نفت بود. گزارش های کمیسیون نفت، گفتگوهای کمیسیون نفت، گفتگوهایی است که در دست است، یعنی اینها پنهانی نیست و همه چیز به ما نشان می‌دهد که در آغاز کار بیشتر اعضای کمیسیون نفت با ملی کردن صنعت نفت موافق نبودند و گفتگو در میان اونها جریان داشت و چند بار این گزارش به مجلس آمده بود تا سرانجام نخستین گزارش اصلی که به مجلس آمد گواه بر این بود که خیلی پیش از کشته شدن رزمارا که این کمیسیون با اکثریت قاطع آرا رأی داده که اون قرارداد گسگلشایان به سود منافع ملی ایران نیست و این کمیسیون بران است که موضوع ملی شدن صنعت نفت رو در دستور کار قرار بده. و مجلس که نماینده ملت در اون هنگام به شمار می آمد با همه زد و بندها و گرفتاری هایی که در انتخابات وجود می داشت، ولی بر روی تنها ساختار حقوقی قانونی جامعه به شمار می آمد و مجلس در دست مصدق هم نبود، بیشتر نمایندگان از شمار مخالفان مصدق بودند، رأی بر این داد، موافقت کرد که کمیسیون پس از رد صلاحیت یا رد مشروعیت امتیازنامه گسگلشایان که در دوران نخست وزیری ساعد فراهم شده بود به کار خودش برای پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ادامه بده و چنین هم شد. و این است که این کمیسیون به اتفاق آرا طرح ملی کردن صنعت نفت رو به مجلس پیشنهاد کرد و مجلسی که بسیاری از نمایندگان اون آدم هایی بودند که می دانیم حتی مزد از دولت بریتانیا یا جاسوسان بریتانیا می گرفتن، رأی دادن به پیشنهاد کمیسیون نفت و مجلس سنا هم که ریاست اون با آقای تقی‌زاده بود و با مصدق هم چندان سر سازگاری نداشت و مجلس سنایی بود که بسیاری از نمایندگان از هواداران دربار بودند و آدمای مخالف ملی کردن صنعت نفت هم در مجلس بودند، اونها هم رأی دادن به این طرح تصویب شده در مجلس و محمد رضا شاه هم در شامگاه 29 اسفند 1329 روزش میخوام دستینه نهاد بر
لایحه یا قانون ملی شدن صنعت نفت و قانونی شد با دستینه پادشاه. بنابراین کسانی که میگویند محمد مصدق آمده و یک سویه نفت رو ملی کرده، مانند این است که بگوییم یه آدم خودکامه و دیکتاتوری بوده که هیچ نقشی جز ریاست کمیسیون نفت نداشته. ببینید مصدق نخست وزیر نبود. این سازندگان و دروغ پردازان تاریخ فراموش میکنند که مصدق در هشتم اردیبهشت پس از مصوبه پنجم اردیبهشت در مورد ملی شدن صنعت نفت، تصویب اجرای صنعت نفت، به نخست وزیری رسیده. محمد مصدق در هنگام ملی شدن صنعت نفت تنها یک نماینده مجلس است، نماینده تهران در مجلس شورای ملی است، در مجلس 16 انتخابات مجلس رو هم ایشان برگزار نکرده. انتخابات مجلس در دورانی برگزار شده که میدانیم تقلب هم زیاد بوده. نمایندگان هوادار زنده یاد محمد مصدق هم در مجلس اقلیت بودند. ایشان ریاست کمیسیون نفت رو گرفته و در یک فرایند 6-7 ماهه در هنگامی که رزمارا نخست وزیر بوده، این کمیسیون آمده و طرح ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کرده. بنابراین این جعلی که به تاریخ خورد میدهند، این دروغی که میپردازند که محمد مصدق آمد این سند پیمان ایران، روابط ایران و شرکت نفت ایران انگلیس رو پاره کرد یک سویه، خب این یک دروغ تاریخی است. اصلا مصدق دارای چنین موقعیتی نبوده که به چنین کاری دست بزند. مجلس شورای ملی، نمایندگان مردم، جدا از این که این انتخابات درست بوده نبوده، ولی به هر روی تنها ساختار حقوقی موجود در ایران کمیسیونی رو برگزیده و این کمیسیون آمده گزارشی داده و این کمیسیون پس از گفتگوهای زیاد پیشنهادش در مجلس به اتفاق آرا تصویب شده. مجلس سنا هم رأی داده، محمد رضا شاه هم دستینه نهاده، توشیح کرده این ملی شدن صنعت نفت رو. این یعنی یک فرایند دموکراتیک اعاده حقوق کشور، یعنی ملتی میآید از سوی نمایندگان برگزیده خودش میگوید که ما میخواهیم نفت ایران ملی بشود. این رو پاره کردن یک طرفه پیمان با شرکت نفت ایران انگلیس نمیدانیم. تنها شرط محمد مصدق برای پذیرش نخست وزیری این است که او میخواهد اجرای ملی شدن صنعت نفت رو در سراسر کشور به اجرا بگذاره همراه با رفرم در انتخابات. این دو پروژه مصدق برای نخست وزیری است. بنابراین محمد مصدق پس از تصویب ملی شدن صنعت نفت از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی، از سوی نمایندگانی که مشروطه در واقع به اونها این حق رو داده که پیمان با دولت‌های خارجی امضا بکنند یا پیمان‌ها رو لغو بکنند، نخست وزیری رو پذیرفته. اگر ایرادی به ملی شدن صنعت نفت دارید، نخست باید گریبان مجلس شورای ملی رو بگیرید، گریبان محمد رضا شاه رو بگیرید که بر اون دستینه نهاده، گریبان تقی‌زاده و مجلس سنا رو بگیرید. بله، محمد مصدق نقش بسیار بنیادی و اساسی در این چالش و این جنبش اجتماعی داشته، ولی این چالش و جنبش اجتماعی در خیابان شکل نگرفته، در کمیسیون مجلس شورای ملی شکل گرفته. از راه حقوقی، از راه قانونی در واقع مردم ایران از راه نمایندگان خودشون قرارداد دارسی رو، قرارداد 1933 رو لغو کردند و این یک پروژه قانونی است. همان گونه که مجلس نمایندگان آمریکا یا مجلس سنای آمریکا میتواند پیمانی رو که بسته شده لغو بکند یا تصویب بکند. اصلا بر پایه قانون اساسی ایران و قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان بستن یا لغو پیمانها با مجلس نمایندگان هست، نه با پادشاه یا نخست وزیر یا رئیس جمهور. بر پایه قانون اساسی ایران بستن پیمانها یا لغو پیمانها
از حقوق نمایندگان مجلس به همین دلیل هم پیمان 1919 نتوانست، اگرچه میان وسوق دوله و دو وزیر دیگر و دولت بریتانیا به امضا رسیده بود، نتوانست اجرا بشود، چون وسوق دوله نتوانست انتخابات مجلس چهارم رو به انجام برساند که در این مجلس این پیمان نامه ننگین در واقع تصویب بشود، و چون تصویب نشد به فکر کودتای 1299 افتادند. مجلس است که بر پایه قانون اساسی پیمانها رو امضا می کند یا تایید می کند یا پیمانها رو لغو می کند. مجلس شورای ملی ایران به اتفاق آرا و مجلس سنا با اکثریت آرا پیمان میان ایران و شرکت نفت ایران انگلیس رو لغو کرده. این یک فرایند حقوقی و قانونی است. چرا به دروغ میگویید که این کار رو شخصا محمد مصدق انجام داده؟ محمد مصدق پس از پذیرفتن نخست وزیری برای گفتگو با شرکت نفت ایران انگلیس در اجرای ملی شدن صنعت نفت وارد کار شده، و در اونجا میتوانید به او خورده بگیرید که این کار رو درست انجام داده، این کار رو نادرست انجام داده. به این هفته آینده به درازا خواهم پرداخت. اما اینهایی که به خودشون پژوهشگر تاریخ و پژوهشگر تاریخ میگویند، اینهایی که نام خودشون رو بررسی کنندگان تاریخ میگذارند، خردگیرانی هستند که با افاده و با فحش فروشی بسیار به این رسانه های خارج از کشور میروند، در روزنامه های داخل کشور مینویسند، در این رسانه های دیگر اظهار دانش میکنند. باید بدانند ملی شدن صنعت نفت در ایران اگرچه در پشتیبانی از پیشنهادهای از جمله محمد مصدق بوده و ایشان نقش کلیدی در این کار داشته، به اعتبار تصویب مجلس شورای ملی یعنی یک کارزار حقوقی است، و شما نمی توانید بگویید که چرا مجلس شورای ملی نماینده مردم ایران در اون هنگام با همه گرفتاری هایی که این نمایندگی وجود می داشته چرا نفت رو ملی کرده. این حق قانونی ملت است که از راه نمایندگان خود و از راه قانونی یک پیمان تحمیل شده رو لغو کنه، و نمایندگان مردم این کار رو کردن زیر فشار اجتماعی. بنابراین به مردم دروغ نگویید که محمد مصدق یک سویه آمده در منزل خودش در خیابان کاخ نشسته این پیمان رو پاره کرده. به خیر، محمد مصدق یک نماینده مجلس بوده، رئیس کمیسیون نفت بوده، نمایندگان مجلس رأی دادن، و یک ماه و نیم پس از رأی این نمایندگان محمد مصدق برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت نخست وزیری رو پذیرفته. به این گفتگو با شما در هفته آینده ادامه خواهم داد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما.